بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه عمار المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به آدرس اینترنتی www.tvshia.com تقدیم می نماید. سلام بر حسین علیه السلام، سلام بر زیبایی و ستایش خوبی و گشودن پنجره ای رو به بهشت و هم نوایی با فرشتگان آسمانی است. سلام بر حسین علیه السلام را 72 تفسیر می باید نوشت که آینه شکسته کربلا در 72 تن تکثیر شده و جانهای زلال در آن تجلی یافته بود. سلام بر حسین علیه السلام، سلام بر سفیر خداوند عشق مسلم ابن عقیل است. هاشمی زاده حسینی که چاوشخان کاروان کربلاست و پیام‌آور ایثار و شهادت. شمشاد قدی که در مهمانی خیانت و در فریب 12,000 نامه تزویر در هراس نان و جان، جسم غرق به خونش بر بام دارالعماره کوفه درخشید. سلامت باد ای غریب کوفه که در بزم شهادت دلواپسی های از قربت حسین علیه السلام بود و خیانت کوفیان زرندیش. ای سفیر آزادگی، خون تو پیش آهنگ سفری سرخ شد که در کربلا اقامت گرفت. مسلم در خانه‌ای بالندگی یافت که پدرش عقیل ابن ابی طالب از بزرگان و اندیشمندان عرب و مورد مهر و عطوفت رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. عقیل نسب شناسی بزرگ بود که همگان به مقام درخور شأنش آگاه بودند. او دانشمندی سیاستمدار بود که در پیکار با دشمنان اسلام و رسوا ساختن ایشان از بیان سخن حق ابایی نداشت و همین امر موجب ترس و هراس باطلندیشان و زورگویان از وی گردیده بود. از دیگر ویژگی‌های مهم عقیل که از او شخصیتی ممتاز ساخته بود، امام شناسی و پیروی و پشتیبانی او از ولایت و رهبری برادر ارجمندش علی ابن ابی طالب علیه السلام است. گفتار عتاب‌آمیز عقیل با منکران ولایت علی علیه السلام خود گواه این مطلب است. آنجا که گفت: ای اهل شام، برادرم را دیدم که دین خود را بر دنیا ترجیح داده بود و از خداوند بر خود بیمناک بود و در راه خدا از هیچ ملامتی اندیشه نمی کرد. مسلم با فراگیری چنین آموزه‌هایی از مکتب پدر توانست به مجاهدی پولادگر و پیرو ولایت امام زمان خود تبدیل شود. مسلم ابن عقیل مردی خردمند، آگاه، شجاع و جوانمرد بود. فضیلت‌های اخلاقی او از همه جنبه‌های زندگیش آشکار است. او به راستی خون امیر مؤمنان علی علیه السلام و حمزه و جعفر و حسین علیه السلام را در رگ‌های خیش داشت. مسلم و خاندان او از صدر اسلام در تمامی حوادث در کنار عترت پیامبر بودند. عنایت ویژه خاندان وحی و نبوت به این جوان هاشمی بیدلیل نیست و این برگرفته از مقام والای او در نظر پیامبر و اهل بیت پاک اوست. به گونه ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سالها پیش از تولد مسلم ابن عقیل او را ستود و به حضرت علی علیه السلام فرمود: فرزند عقیل در راه دوستی فرزند تو به شهادت می رسد و مؤمنان بر او می گریند و فرشتگان مقرب الهی بر او درود می فرستند. مسلم از دوران کودکی تا پایان عمر پربرکتش با عشق و محبت به فرزندان زهرا علیها السلام زندگی کرد و با کسی جز آنان مأنوس نبود.
از این رو با ورود به مکتب انسانساز علی علیه السلام و خانه پرمهر و نورانیش، از سرچشمه دانش، تقوا و یقین عموی بزرگوار خود سیراب گشت و صفات حیدری را از آن امام همام الهام گرفت. این عشق و محبت مسلم به خاندان علی علیه السلام زمانی ریشه دارتر شد که امام علی علیه السلام با توجه به شناخت و آگاهی که از توانایی های شگفت برادرزاده خود مسلم ابن عقیل داشت، او را به همسری دخترش رقیه درآورد. اربغان این ازدواج مبارک پسری به نام عبدالله است که در کربلا پیرو راه پدر ارجمندش در دفاع از حریم ولایت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. فراگیری علوم و معارف از مکتب علی علیه السلام مجاهدی مقاوم از مسلم ساخته بود که شجاعتش را همگان می ستودند. یکی از تاریخ نگاران معروف در این باره می نویسد مسلم ابن عقیل از مرد ترین فرزندان عقیل و شجاعترین آنان بود. بر اساس همین شایستگی ها و رشادت های وصف ناپذیر مسلم بود که حضرت علی علیه السلام او را به همراه امام حسن و امام حسین علیه السلام و عبدالله ابن جعفر به فرماندهی جناح راست سپاه خود در صفین گمارد. این انتصاب به خوبی نشان دهنده تأیید شایستگی و شجاعت او از سوی امیر مؤمنان علی علیه السلام است. مسلم ابن عقیل مجاهدی راستین بود که هیچگاه در طرفداری از دین حق از پای ننشست. او در زمان حکومت علی علیه السلام در رکاب آن حضرت در برابر ناکسان، قاستان و مارغان در جمل، صفین و نهروان جنگید و در شهادت امیر ایمان در محراب کوفه همراه دیگر مؤمنان خون گریست. مسلم سپس همدوش امام حسن مجتبی علیه السلام سستی و نامردی مسلمان نمایان زرطلب را به چشم سر دید که چگونه امام حسن علیه السلام را در برابر نیرنگ معاویه تنها گذاشتند و او را مظلومان زهر جفا دادند و به شهادت رسانیدند. مسلم در همه این وقایع با ایمانی استوار در جبهه حق و رویاروی با کفار ستیز کرد و باقی مانده عمر خیش را نیز فدای راه سرور آزادگان امام حسین علیه السلام ساخت. او همواره به عنوان یاری فداکار و یاوری دلسوز برای آن امام هدایت به شمار می آمد. یزید پس از مرگ پدرش معاویه از حاکم مدینه خواست از امام حسین علیه السلام برای حکومت ننگین خود بیعت بگیرد. امام که شهادت در راه خدا را بهتر از تن دادن به ذلت می شمرد، در اقدامی هوشمندانه همراه فرزندان و اهل بیت و بستگان و یارانش مدینه را به سوی مکه ترک کرد. مسلم ابن عقیل هم که زندگیش را وقف حسین علیه السلام کرده بود به همراهی خانوادهش با کاروان حسینی وارد مکه شد. بزرگان و اشراف کوفه نیز که از ستم خاندان بنی امیه به تنگ آمده بودند در نامه های بسیاری که برای امام فرستادند از ایشان خواستند به کوفه بیاید و به پشتیبانی آنان بنیاد ستم را برکند و حکومت حق را استوار سازد. در مدت اقامت امام حسین علیه السلام در مکه حدود 12,000 نامه از کوفه برای ایشان فرستاده شد. امام در پاسخ دادن نامه ها درنگ می کرد، ولی پس از رسیدن آخرین نامه از جای برخاست و میان رکن و مقام دو رکعت نماز به جای آورد و از خداوند متعال نیکی طلبید. سپس مسلم ابن عقیل را که برای سفر به کوفه برگزیده بود نزد خود فرا خواند و پاسخ نامه اهالی کوفه را به دستش سپرد و به سوی کوفه فرستاد. همچنین مسلم را به تقوا و پنهان داشتن امور و مهربانی و مدارا با مردم سفارش کرد.
گزینش مسلم ابن عقیل به نمایندگی امام بیانگر سیرت و سیاست والای امام حسین علیه السلام است که شخصی شجاع، خردمند، کارآزموده و آگاه به زمان را به کوفه می‌فرستد تا با مشاهده احوال آن دیار شرایط را برای سفر امام به کوفه بررسی و آن حضرت را در تصمیم گیری راهنمایی کند. امام حسین علیه السلام شخصیت مسلم را برای اهالی کوفه اینگونه معرفی می کند: من برادر، پسر عمو و مورد اعتماد خاندانم را به سوی شما می فرستم. این سخن امام نشان دهنده اوج احترام آن حضرت به مقام والای مسلم ابن عقیل است که عمر پربرکتش را در پیروی از ولایت و استواری دین حق گذراند. همچنین ایشان در وداع خیش با مسلم پیش از سفر به کوفه در سخنی ژرف به او می‌فرماید: من تو را به سوی کوفه می‌فرستم و آنچه را خدا درباره تو دوست می‌دارد و مورد رضایت اوست انجام خواهم داد و امیدوارم من و تو در درجه شهیدان قرار گیریم. مسلم شب هنگام و پنهان از چشم مردم وارد کوفه شد و بنابر برخی نقلها به خانه مسلم ابن اوسجه یا مختار ابن ابو عبیده ثقفی رفت. به تدریج شیعیان از حضور او در کوفه آگاه شدند و از هر سو به دیدن او آمدند و با او بیعت کردند. به گونه ای که شمار بیعت کنندگان به 18,000 نفر رسید. مزدوران بنی امیه با خبردار شدن از این موضوع هر یک به شیوه ای وضعیت کوفه را به یزید ابن معاویه در شام گزارش دادند و او را از انسجام یافتن نهضت حسینی در کوفه ترساندند. به همین دلیل یزید عبیدالله ابن زیاد را به حکومت کوفه گماشت. با ورود عبیدالله به کوفه عرصه بر مسلم و شیعیان سخت گردید. عبیدالله با نیرنگ، فریبکاری و زرخرید کردن مردم کوفه موفق شد بزرگان کوفه را که یاور مسلم بودند زندانی یا شهید کند و گروهی را نیز با وعده های پوچ و گاه تهدید از اطراف مسلم دور سازد. قریب کوفه سیاست فریب و نیرنگ عبیدالله به بار نشست و مسلم تنها و بیاور گردید. شب هنگام تنها 30 نفر از آن جمعیت انبوه به مسلم ابن عقیل وفادار مانده بودند. مسلم نماز مغرب را به جای آورد و سپس به سوی منطقه ای که قبیله کنده در آنجا سکونت داشت حرکت کرد. هنوز به آنجا نرسیده بود که تنها 10 نفر او را همراهی می کردند و هنگامی که بازگشت تنهای تنها بود و در میان کوچه های کوفه بی هدف حرکت می کرد. در این هنگام خانه زنی نیکوکار به نام توعه را پناهگاه خیش ساخت. توعه فرزندی بدکار داشت که با آگاه شدن از وجود مسلم در خانه اش مزدوران عبیدالله ابن زیاد را آگاه ساخت. سرانجام پس از به هلاکت رسیدن شماری از کارگزاران عبیدالله به دست مسلم، این شیر بیشه اسلام را پس از عمری مجاهدت و ایثارگری مظلومانه و غریبانه همچون سرورش حسین ابن علی علیه السلام به شهادت رسانیدند و جسم پاکش را از بام دارالاماره به پایین انداختند.